دوستان سلام، وقت بخیر. امروز اومدیم به سالن تکثیر و تولید بچه ماهی گرمابی کپور، متعلق به یک شرکت عراقی توی اقلیم کردستان عراق. این سالن به وسعت 1800 متر مربع شامل سه بخش تکثیر و حچری، بخش نگهداری ماهیان انگشت قد و بخش نگهداری بچه ماهیان تا 20 گرم طراحی شده که تماماً توسط تیم مهندسین ایرانی با استفاده از تجهیزات ایرانی و طراحی شرکت سیال انرژی آریا و گروه پرشن آکوا انجام شده. همونطور که ملاحظه می‌کنید این سالن مشتمل بر سه بخشه که این بخشی که الان ما هستیم در حال نصب تأسیسات زوک و ویس هستند که عموماً برای نگهداری بچه ماهی و تخم‌های ماهی گرمابی استفاده میشه، از جمله کپور و فیل ماهی و حالا گونه‌های گرمابی مثل تیلاپیا. بخش دیگه‌ای که داریم بخش نگهداری بچه ماهیان انگشت قد هست که بعد از اینکه ماهی حج شد و به غذا خوردن افتاد وارد این وان‌های دایره‌ای میشه که 20 تا وان دایره‌ای هر کدوم به ظرفیت 3000 لیتر داریم یا 3 متر مکعب، که این وان‌ها هر کدوم مستقلاً یک ورودی مجزای آب دارن، سیستم هوادهی با هوای فشرده و تل ماهیگیر، یک سیستم بکاپ اکسیژن هم در مواقع اضطراری دیده شده که اگر چنانچه به هر علتی برق برای مدت زمان طولانی قطع بشه، توسط یک سیستم بکاپ اکسیژن میاد هوای مورد نیاز ماهیان رو تأمین میکنه. سیستم ورود و خروج این وان ها حالا در ادامه براتون توضیح میدم، شامل یک تصفیه خونه مستقل هست توی انتهای سالن که تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و گندزدایی رو داریم و پمپاژ برگشت آب به داخل وان ها. بخش بعدی سالن همونطور که ملاحظه میکنید 60 تا وان قطر 3 متر به ظرفیت هر کدوم 8 متر مکعب یا 8000 لیتر رو داریم که این وان ها با هدف نگهداری بچه ماهی از 5 گرم تا 20 گرم تو طراحی بوده، ولی خب امکان نگهداری حتی تا 700-800 گرم هم برای این وان ها هست که این بستگی به شرایط بازار داره که آیا امکان فروش بچه ماهی باشه، بچه ماهی رو خارج میکنن، اگر نه نیاز باشه که ماهی رو برای دوره طولانی تری نگه دارن، برای دوره طولانی تری هم امکان نگهداری بچه ماهی هست. خود وان های بزرگ هم هر کدوم ورودی مستقل دارن، خروجی مستقل دارن، سیستم تل ماهیگیر و سیستم هوادهی با هوای فشرده و ونچوری توی هر وان مستقلا دیده شده، مثل وان های کوچیک 3000 لیتریمون. اینجا هم یک سیستم بکاپ اکسیژن برای مواقع اضطراری که برق طولانی مدت قطع میشه دیده شده. حالا با من بیاین تا سیستم تصفیه خونه رو هم براتون تشریح کنم. همونجوری هم که ملاحظه میکنید اینجا ما سه لاین کانال داریم که این سه تا لاین کانال، یک کانال کانال برگشت اصلی ما هست که کانال وسطی هست. این کلن آبی رو که قرار هست تصفیه بشه به سمت تصفیه خونه هدایت میکنه و دو تا کانال جانبی هم داریم که برای مواقعی که میخوایم آب رو ضد عفونی کنیم، به عبارتی هر وان مستقلا قرار هست ضد عفونی بشه و این آب نباید وارد تصفیه خونه بشه، از این کانال ها برای تخلیه آب وان ها استفاده میکنیم که کاملا از مزرعه خارج میشه و وارد تصفیه خونه نمیشه. یکی از نکاتی که اینجا برای اولین بار ما استفاده کردیم قرار دادن وان ها مستقیما روی سطح زمین بود که توسط اتصالات و فیتینگ هایی که طراحی شد اختصاصاً برای این کار، برای جلوگیری از افزایش ارتفاع وان ها و نساختن پایه، چون اگر میخواستیم پایه بتون بسازیم که ارتفاع میرفت بالا،
اگر میخواستیم پایه فلزی بسازیم هزینه هایی به کارفرما وارد میشد که از این کار جلوگیری شد. حالا با من بیاین تا بقیه تصفیه خونه رو هم براتون توضیح بدم. همونطوری که ملاحظه میکنید تصفیه خونه فرایندش پروسس با تصفیه فیزیکی شروع میشه که دو دستگاه ترام فیلتر ما اینجا داریم که باز ساخت شرکت خودمون هست. این دو تا دستگاه با مش 40 میکرون به خاطر اینکه بچه ماهی توی سالن داریم دیده شده و در مجموع حدوداً 150 لیتر بر ثانیه رو امکان تصفیه دارن. بعد از این مرحله وارد تصفیه بیولوژیکی میشیم که مدیا فیلتر شناور یا متحرکمون هست که این مدیاها هم سیستم هوادهی مجزا توسط روت بلوور دارن و بعد از این که آب از این مرحله عبور کرد که از طریق این دریچه ها بعد از درام فیلتر آب وارد سیستم تصفیه میشه و از زیر سیستم تصفیه توسط یک کانال به قسمت مدیا فیلترهای ثابت هدایت میشه. بعد از مرحله مدیا فیلترهای شناور وارد مرحله مدیا فیلترهای ثابت میشیم که اینها هم باز سیستم هوادهی دارن برای اینکه هوای مورد نیاز باکتری ها رو تامین کنیم برای تصفیه مناسب. توسط روت بلاور زیر مدیاها هوادهی میشه و هوای مورد نیاز سیستم تامین میشه. بعد از مرحله مدیا فیلترهای ثابت ما سیستم تزریق اوزون رو داریم که برای گندزدایی اوزون استفاده گندزدایی آب استفاده میشه و آب یه زمانی رو توی چرخه زیگزاگی این کانال ها طی میکنه تا وارد مرحله دیوزونیشن بشه. دیوزونیشنمون هم سیستمش به این حالت هست که آب رو به صورت دوش پاشش میکنیم توسط یک خلأ مصنوعی که توسط فنها ایجاد میشه، هوا و گاز داخل آب رو ساکشن میکنیم که این اوزون از داخل آب خارج بشه. بعد از این مرحله برای تکمیل فرایند ضد عفونی و همچنین اطمینان از این که ماند اوزونی داخل سیستم نیست، توسط یک دستگاه هیوی کانالی هم ضد عفونی کامل میشه و هم اون ماند اوزونی که داخل سیستم مونده، حتی کمترین ذراتی که داخل سیستم مونده باشه، توسط این دستگاه هیوی از بین میره و از چرخه سیستم خارج میشه و وارد مرحله پمپاژ برگشت آب میشیم که عموما بسته به نیاز مجموعه هر کدوم از این پمپا ممکن هست استارت یا از مدار خارج بشن. اینجا هم میتونید تأسیساتی رو که برای بحث برق و اوزونمون دیده شده ببینید. دستگاه اکسیژن ساز صنعتی هست که هم امکان تغذیه دستگاه اوزون رو داره و هم برای سالن میشه استفادهش کرد. تابلو برق هست و کمپرسوری که برای سیستم اکسیژن ساز استفاده میشه. سیستم ورودی آبمون هم
برای اینکه بخش زوک‌ها و لاروهامون استقلالی داشته باشن به لحاظ ضد عفونی، آبی رو که از بیرون داریم ما وارد می‌کنیم که عموماً آبی هست که از سد توسط پمپ برداشت میشه، از سد موسل، توسط یک دستگاه درام که مش 40 میکرون هست، ذرات معلق، تخم سایر موجودات، حالا سایر موجودات زنده‌ای که وارد آب میشن از توسط دستگاه درام فیلتر جدا میشه. آب جبرانی و آبی که لازم داریم برای بخش تصفیه خونه از این لوله وارد تصفیه خونه میشه و یک بخشی رو ما اینجا توسط پمپاژ اختصاصاً برداشت میکنیم برای بخش تکثیر و هچریمون که زوک‌ها و ویس‌هامون هستن. اینجا هم برای اطمینان از اینکه آب آلودگی با خودش حمل نکنه و 100% مطمئن باشیم که آلودگی های توی آب از بین رفتن، توسط یک دستگاه یووی مجدداً آب رو ضد عفونی میکنیم که این دستگاه یووی هم به صورت سیلندری همونجوری که مشاهده میکنه توی مسیر قرار گرفته و تابلوی فرمانش هم جنب دستگاه است که میتونید وضعیت لامپ ها و روشن یا خاموش بودن دستگاه رو کاملا مشاهده کنید.